هیئت جمهوری اسلامی افغانستان میگوید که بحث دور دوم مذاکرات روی تقسیم قدرت و چگونگی مطرح شدن نظام آینده در قاب جمهوریت امارات است. طالبان دولت اسلامی افغانستان را پیشنهاد کردند. حکومت هنوز بر جمهوریت و دستاوردهای سالهای پسین پافشاری دارد. اما هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی افغانستان میگوید نیاز حتمی است تا برای حفظ نظام کنونی حکومت به شکلگیری اداره موقت تن دهد. اثرت قاطی طرفداری هستم که نظام جمهوری حفظ شود. اگر در این میان یک شخصی قرار شد که بره و یک شخص دیگه بیایی وزش صلحی ارزش دارد. هیئت گفتگو کننده جمهوری اسلامی به زودی دور دوم مذاکرات را با طالبان آغاز خواهند کرد. مذاکراتی که در آن شیوه حکومتداری نظام آینده و توافق بر یک روند حکومتداری مردم پذیر مطرح باشد. مدلی که اونا مطرح میکنن، مدل حکومتداریش چی هست؟ از ما خو مشخص روشن اینا. از اون طرف ما نمیدونیم. شما میدونید، در کسی میدونه با ما بگه که مثلا طالبان ایره میخواه. نه، امارت خ نیست. بعد یک چیز عام رو مطرح میکنه که ما نظام خالص اسلامی میخواییم. خب این نظام خالص اسلامی باید باش شود، باید روشن شود. نظام مربوط به افغانستان و نظام مربوط به همه مردم افغانستانه. از نظام هیچ کس تیر شدنی نیست، گذشتنی نیست. ما حاضریم انعطاف داشته باشیم. باید انعطاف داشته باشیم. اگر ما به این فکر باشیم که بریم طالب تسلیم کنیم، این غلط است. قرار است که دور دوم مذاکرات صلح میان هیئت‌های دولت افغانستان و گروه طالبان روز سه شنبه آینده و پس از 20 روز وقفه همراه با رایزنی در دوحه پایتخت قطر آغاز شود. فکر کنم که مذاکرات و رخصتی به مذاکرات دوم مره شروع کېدل د دوه طرفینو په خوښه باندې او په مصلحت مشوره باندې ټاکل شوی. په دې کې شک شبه نه ده چې طالبان به په خپل وخت باندې حکومت به په خپل وخت باندې دواړه په خپل وخت باندې به مذاکرات حاضریږي. منابع آگاه از روند صلح میگویند بحث دور دوم مذاکرات از سوی هیئت دولت افغانستان به برقراری آتش بس و از گروه طالبان با مطرح کردن نظام سیاسی آینده آغاز خواهد شد.